اللهم صل علی محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران ما قبل راجع به صحبت کردیم و مدارا و زدش که خرق عدم مداراست و, و تا اینجا را عرض کردیم که یکی از خصلت های بسیار لازم بر هر کسی که میخواد تبلیغ دین انجام بده اینه و یکی از کرداش اینا الله راجمی بیشتر صحبت خواهی کرد اساسا امر معروف و نهی از منکر نیاز به رفت و مدارا داره کسی با تند تالا نتونسته معروفی رو جا بندازه و یا از منکری جلوگیری کنه بلکه با اخلاق مداری بوده با مدارا بوده با صبوری بوده شما نگاه کنید دیگه ابو عبدالله در روز عاشورا کسی که اونطور جلو آدم ایستادن دشمن خونی و ذاتی آدم هستن چطور ازت مدارا داره در مقابل این این رفتاریشون با هر رو شما ببینید چطور با مدارا داره حتی نقل شد که تو ازت به شمر اون لحظات آخر هم اون میفهمد که یا برگرده از اینجا برو باز من یه جوری کارتو درست میکنم تو او اصرار بر این داره که اون فاجعه رو در واقع رقم بزنه حتما باید با مهربانی و صدنه خلق همراه باشی که متاسفانه اینطور نیست یعنی شروع می‌کنیم میرم رحمت نیاز می‌کنه در مورد مردم میگه در مورد پدر که مثلا بچه‌شون وقتی ما محبت بگی مخصوصا به این مدارا خیلی در مورد بچه در مورد همسر خیلی جواب سرزنش زیاد محبت از بین میبره این هم روایت بابتش داریم عزیزان همین که تجربه من اثبات کرده شما ببینید وقتی امام حسن امام حسین علیه السلام بچه‌ن سن و سالی ندارن میخوام به یه پیرمردی میگن اشتباه وضو میگیره میگن یعنی چه جوری به این بگیم که ناراحت یه وقت نشه با مدارا باشه با رفق باشه یعنی مسابقه وضو گرفتن میذارن و شنیدید دیگه رو تو کتاب درسی هم بود که آقا هم میخوان که بیاد داورشون بشه میگن یعنی آقا ببین ما درست کدوم بودیم وضو میگیریم پیرمرد آخرش میگه شما جفتتون درست وضو میگیرید من تا قبلش اشتباه وضو میگرفتم خیلی استادانه ببین این طور آب میرزم روی دستم به خاطر اینکه پیامبر این ریخت پیامبر این طور فرمود مثلا امام میگه در باب امر معروف و نهی از منکر یکی از مهمات همین رفق نمودن و مدارا کردن است ممکن است اگر انسان مرتکب این خیلی مهمه مرتکب معصیت یا تارک واجبی را کسی که واجبی ترک کرده با شدت و عنف عنف یعنی زور میگه میگن تجاوز به عنف یعنی تجاوز با زور و عنف بخواد جلوگیری کند کارش از معصیت کوچکی خیلی دقت کنید به معاصی بزرگ یا به رده و کفر منتهی شود میگه ولادش خطایی میکرده با اون رفتار شما شک نکنید آدم احتمال داره در آینده چی بشه معاصی بزرگتر انجام بده خلافای بزرگتر انجام بده در زائقه انسان امر و نه تلخ و ناگوار است ببین کسی میتونه اخلاق خوش اصلاح کنه که واقعا انسانو بشنسه بیتارو ذاتم و بد میده که امر و نهیم میکنه نصیحت خوشمون نمیاد. نسیت در عربی یعنی خیرخواهی یعنی خیلی معنی مثبتی داره ببینید چیه که یه نفر خیرخواهی میخواد برای ما بکنه ما میاد خیلی از این جوونا هستن جلو ما میان ما پدر مادرش مشکل میخوارن همش من نصیحت میکنه ذاتن آدم از امر و بدش میاد و غضب و عصبیت رو تحریک میکنه عامر به معروف و ناهی از منکر باید این تلخیم ناگواری را با شیرینی بیان و رف و مدارا و حسن خلق جبران کند اینه باید با محبت با شوخی با یه فضای خوبی فراهم بکنید آروم آروم در فضای رفق یعنی فضای رفاقت با طرف رفیق شی رفیق شی حسنیتش اثبات بکنی بعد آروم آروم بهش بگی غیر مستقیم بگی ببینید اینا اثرات میذاره تا کلامش اثر کند و دل سخت معصیت کار نرم و رام نماید این که صبر نداشته باشیم این که سریع بخوایم کاری انجام اینا با مدارا جور نیست این به خرق میخوره که فراموش نکنیم فرمود شومه همچین کسی همون خصوصیت شومه همین همچین کسی که این خسیسه در او شکل میگیره یه روایتیه میگه بعد از اینکه حضرت خضر و حضرت موسی علیه ما سلام از هم خواستن جدا بشن خب حضرت موسا در آزمون حضرت خضر پیروز نشد این موفق نشد پیامبر فرمود اگر پیامبر ما فرمودن که اگه صبر بیشتر می داشت چیزای قرار بود ببینه حالا بچه کشتن و یا کشتی سرخ کردن و دیوار درست کردن چیز خاصی نیست خضر اونجا مأمور دیگه مثل یه فرشته که باید کاریو انجام بده مأمور و حضرت موسی پیامبر شریعته با خطکش شریعت سنجی میدید ایراده ایم که به خیز میگرفت درست بود از زاویه دوربینه او این ایراد داره اما وقتی خدا بهش تو گفته که برو اونجا به حرفش گوش کن دیگه باید اونجا صبوری کنی دیگه جواب حضرت خیز می... قرانه قال علم اقول لك انك لن تست... تستطيع معي صبر صبر گفت نگفتم که تو عمرن نمیتونی با من صبر کنی لن یعنی نفی الالبت یعنی خزر همون اول حضرت موسی رو دید <تصفح> تا آخر ماجرا رو خوند اون چه علمیه چه حوزه ای از دانشه که بر حضرت موسی پیامبر اولو لازم بسته است اما خزر داره بنده خدا داره موسا راهکار میخواد میگه با شما که باخت قبول اما من یه راهکاری بدین من بتونم تو این حوزه ای که توش تو این طور پیشتازی خودم کار کنم حضرت موسی اینجا میگه پیرمرد بعد این ماجرا فوت میشه خب خیلی 120 سال 60 سنش بوده پیرمردی بوده جالبه سه چهار تا راهکار داده بهش یه مقدمه ای سه تا راهکار و یه مؤخره ای آخرش گفته ببین چی میگه میفرماد که حضرت خضر من فارسیشو براتون میخونم دیگه وقت نیست میگم کسی را به گناه سرزنش نکن این خیلی حرف ببین یعنی خزر تمام اون تجربه و اون علت و اون موفقیت رو جمع کرد یه جمع یه کسی رو خاطر گناه سرزنش نکن ببین ما اینجا یه این نکته ظریفی من اینجا بگم ما گناهکار رو نباید سرزنش کنیم نه گناه رو باید سرزنش کنیم شدید با آدم نباید تندی کرد من در مورد بچه‌هاتون به بچت نگو دوستت ندارم نگو بدم میاد بگو از این کارت بدم میاد خیلی مهمه ها شخصیت این آدم شکل میگیره بابا جون من از این کارت بدم اومد از تو بدم نمیاد خطا کار رو سرزنش نکن سر لج میفته میگه خوب کاری کردم ذات آدمینه. ما فراموش نکنیم ما در مورد انبیا و اولیا که حرف نمیزنیم که در مورد خودمون داریم حرف میزنیم میخوام این راهکار پاسخ بده تو زندگیمون اگر شما خطا کار همش مورد اتهام و خطاب قرار دادی لج میکنه وای میستیم که خوب کاری کردم و از غذا تو اینو سر موزهش میکنی یعنی کار میکنی که یه بارم اون کار کرده بود لج تو ده بار دیگه انجام بده همین بچه‌ها رو دید لج بازن کار بشه می نکن عمدن میرم کار انجام میدم و خیلی از ماها بچهیم از روحی از نظر اخلاقی یاد بفهمیم و گفت و فرمود سه تا چیز رو هم در نظر بگیر یک کو میخوای این خلق در تو شک بگیره واره دوست دارم گفت ما میانه روی در هنگام ثروتمندی در غنا کو آدم پولدار هستن وقتی که پولدار میشن دیگه تقیان میکنن دیگرش اصلا یه جور دیگه خرج میکنه خرج نیست بر برج اصطلاحا یعنی دیگه هر جا خال میکنه اصراف میکنه تبذیر میکنه اصلا هیچ جالش نیست یه خب این آدم مشکل داره تعطیله یعنی این آدم مبنایی برای خرج دخل و خرج نداره اصلاً مبناش پوله نیازهاش دست خودش نیست پول بیشتر باشه همه چیش هم خرابه میکنه من نرمالیه دیگه دو عفو در هنگام قدرت ببین داریم که میگه عفو در هنگام قدرت اون فرد رو پررو نمیکنه اصلاحش میکنه وقتی میتونم خیر تو بگیرم وقتی میتونم پدرتو در بیارم کاری باد ندارم اثرات اخلاقی عظیم روی نمیذارم اون کسی که توف انداخت صورت مالک اشتر مالک چی نگفت رفت اون نمسجد چی بهش گفت فهمیش کی بودین این گفت فهمون دلش کره علیه یا رو کب کرد گفتیم اعتمال رفته بیارم من رو بگیرم ببرن چرا گردنمو رو نزدم اینجا چون قبلی ها می زدن گفت پرسون آقا این آقا, آقا کجا رو گرفت مسجد رفت تو مسجد پشت سبش نزده شد داره دعاش میکن یا صفوان که بهش گفتن دو بل عرب عرب می جنگید بعد ده نفر غذا می تو چند تا جنگ اول هم با علی پیامبر جنگید بعد این گرفته بودنش آورده بودنش غذا می دادن اون استاده بود و شروع کرد کردن چیه من باید. سیر نمیشم فهم خودشون رو دارم. بش. این با خودش میگه بخشش این همین الان اراده کنم گردن من رو بزنم من تو جنگو علا اینا جنگیدم از اینا آدم کشتم چه کاری ندارم دارم این چیه همون تر... اون که جلسه قبل گفتم سیستم طرف میریزه به هم سیستم محاسباتیش سه رفق با بندگان خدا همین مدارا اگه میخوای خدا با مدارا کنه موقع حساب کتاب موقع زندگیتون با بندهای خدا مدارا کن خیلی سخت نگیر با آخرش هم گفتش که به موسا گفت ترس از خدا رو هم هیچ وقت فراموش نکن که این رأس الحکمه این تاج و سر حکمت همین آدم اینطور حکیم میشه درست یعنی اینا رو داشته باش اون صبره در تو به وجود میاد من من بر نگردم بگم این نکلن تستتی من یه پیغمبر اولوله از نصیحت میکن نکته مهم دیگه در موقع رفق وجود داره این که ما با نفس خودمونم باید رفق داشته باشیم گوش کنید نفس الان چی تولو فهمیدید هر چی کلاس اخلاق اینا میرید میشینید اینا که آقا باید بزنیم دهن نفس خودمون رو سرویس کنیم میگه این نفس رو بهش رو بدی لنگولقت میندازه فلان و به افسارش رو بگیرمش ببین گوش کنید. در دو جا یکی اوایل کار شروع سیر و سلوک و تغییر دو خصوصا در بین جوان ها این که مم صادق نقل میکنم بعد وقتم خواستم مسلمان کنه الله جلوت بعد وقتم بعد مسلمون میشه جوونی بود گرفت بردش گفت بعد عبادت کنم اصلا من همین عبادت شما مسلمان خیلی به دلم نشسته گفت ای ول بریم مسجد رفت و سوره حمد خوند جا سوره بقره خوند نماز به پشت وایستا جماعت بخونیم ما مسلمان نماز جماعت داریم حمد خوند به جا قلوب الله بقره خوند بعد نماز که تموم شد یارو دنده داشت در میرفت گفت قجگو چه وضعشه گفت نترس بابا ول قول میدم نماز دوم فیل بخونم گفت اون گاوتون انقدر بود فیله که یا حضرت عباس به خود گذاشت در باید برای اصلاح آدم ها که ارز کردم هیچ اصلاح خودمونم باید رفق داشته باشه اما میگه در باب ارتیاز ارتیاز اصلا ریشه مرت... مرت... مرتازی گرفته میشه دیگه ریاضت در باب ارتیاز نفس و سلوک را حق نیست رف و مدارا با نفس از مهمات به شما میره میگه با نفس خودتون هم مدارا کنید و چه بسا که سخت گیری بر نفس خصوصا در اوائل امر خصوصا اوائلش بعدن که پوسکولوف شد نه و خصوصا برای جوانها اسباب تنفر نفس از ارتیاز و سلوک شود و زیر بار حق فرار کند چون گوش کنید مرافقت با نفس رفیق شدن با نفس یعنی ببین باید به نفس بفهمونی ببین در خانه یا کس هست یک حرف بسته اون منم یعنی عقل اینجا اما عقل تو دشمنی نداره نمیخواد اذیتت کنه الان الان یک برداشت غلطی که وجود داره راجع به سیر و سلوک و اینکه ما اخلاقانش که قرار بزنیم پدر خودم در بیاریم همش گوشنگی بکشیم همش تشنگی بکشیم همش این نیست ذهنیت باید اصلاح بشه عرض کردم، ذهنیت باید اصلاح بشه به اهمیه بنده خدا هستن به اندازه نیازش از دنیا استفاده کن بیشتر فساد میاره میگه اونس و محبت با عبادات و تاعات پیدا کند میگه نفس اونس و محبت پیدا کنه با عبادت. از عبادت خوشش بیاد و به واسطه این محبت و علقه اونس و محبت با حق پیدا کنه با صاحب عبادات با هدف عبادت با مخاطب عبادت چنانچه اونف و خرق گاهی سبب شود که در زائقه روح عبادت و عبودیت تلخ و ناگوار شود دیگه بدش میاد آقا مثلا حوصله نداری مستحبات انجام انجام نده مثلش مستحبات خدا تو واجبات سخت نگرفته ها من بعید میدونم یک نفر از شما بتونه یه نماز یه نماز عادی که میخونیم همیشه نماز بدون مستحبات بخونه یعنی فقط اون بخشایی که واجبه رو بتونه بعید میدونم که زمان ما تو مؤسسه مسابقه گذاشته بودیم بودیم هر کی تونست یه دونه نماز بدون مستحبات بخونه جایزه داره همین آقای پشت دوربینه ایشون برنده شد کلی رفته بود سرچ کرده بود بسیاری از کاری که شما تو نماز جز مستحبات خیلی ساده است اصلا نیومده سخت بگیره من و و کل اصلا پیام بر ما اومدیم بر تو کار راسون کنیم خیلی ساده تر از ادیان دیگه است مثلا طرف میخواد مثلا تو خوابش میاد وقتی واجباتم خدا وقت گذاشته میگه حالا اول وقت نتونستی بخون برای چی وقت گذاشته بلکه کاری بر آدم پیش می این فرق میکنه ببینید که پدران پدر, پدر سوخته بازی در بیاره کلا بپیچونه از نماز در بذارون آخر همش کاری هم نداره لازم بذار گوشی خوبیش خود چک کنم این نه واسه کار پیش می خاست از طرف واقعا دو ساعت بخوابه چون نماز بخونه رهبری ماجرای از شیخ هاشم قزوینی نقل میکنه گفت استاد اخلاق ما بود و رفتن گفتن آقا این طلبه ها نمازشون رو باز موقع میندازن دم افتاد گفت ایشون با همون لهجه قزوینی گفتش که ممن خدا خدای جزاد از شما اجازه نمیدی خدا خدا گفته تا من دارم غروب میش نماز خونم به تو چه کاسه دختر از آس شد نباید سخت گرفت به امام خونی میگفتن آقا مثلا بیام مثلا دعای مثلا چه کمیل نود گفت اون روز حوصله ندارم این چی میشه اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم خیلی مهمه این دوستان ما تو ادبیات دینیمون چند تا چیز با هم خلط شده که با هم فرق داره گاهن مسامحتا به جای هم استفاده شده مغز و قلب و روح اینو هم استفاده هم. خب این اتفاقی اتفاق کاملا عصب است یعنی یعنی شما شرطی میشی شما باید اینطور باشه که مثلا یاد نماز میافتادی افتادی شف کنی حس خوب بهت بده چرا؟ چون آرامش بهت داده مثلا امام رضا دستشوی داری نماز نخون حدیث داری یه قشن اول بار دستشوی تو بکن تخلی کن خالی بشی راحت بشی بعد بیا مثلا مستراح از راحت میاد دیگه یه اول بار راحت بشی بعد بیا اونجا شما فرض کنید مثلا بچه من خودم واقعا مثلا سر نماز آرزو میکنم مثلا اگه بچه تو خونه داره میچرخه بیاد از سر و کله من آویزون بشه تو نماز چون امید دارم خدا به واسطه این بچه نماز من قبول کن چون خودم که اونم نمازی ندارم اما فکر کنید بچه که بچگی مثلا این چرخ و فلکش بوده حل کلنگش بوده چه حسی به نماز داره مثبت دیگه بچه هم که سر نماز مثلا تو شیرت خود پاک کلش یعنی اگر هم حتی آدم عصبی هستید متاسفانه نمیتونید کنترل کنید اون تایم قبل و بعد نماز رو تعطیل کنید به خودتون فشار این کار نکن یعنی بچه با خودش بگی من نمیدونم این به این کار می ایسته به نماز اصلا آدم خوب میشه هر صد گرفته سر نماز همین جوریه مثلا وایس یکی از تایمایی که کی میشه که موتورش آورد پایین سر نماز نمیتون جواب بده میگه خب الان وایس رو گوش کن چهار رکعت تا تو بخونی بگیر که اومد زنه بار شوهر میکنه شوهر بارو زنه میکنه نماز که تموم میشه الله اکبر میچرخه اینا جمع شده به قد هشت رکت جواب میده خب این چی میگیم که بعد این نماز این اتفاقات این بچه داره میبینه زنت میبینه شوهرت میبینه یعنی این شرطی شده که عادت روح هست خب اینجا شاید یا ادی مثلا این رو بحث بکنم بگن که این که در زاغه روح عبادت و عبادت و عبادت و عبودیت و, 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 و شد این منظور اینجا این روح مغزه چون ذاتن روح عبادت دوست داره این گیر جسم ماست یعنی شرطی میشه میگه که هورمون ترشح میشه شما اگه هورمون پاداش پا گرفتی اندروفین گرفتی خب حال میکنی تو خونه چه میدونم هورمون های خوب این بدن تمایل داره ما دوست داریم هورمون تو تو خون ترشح بشه طرف عشق میکنه شیر رو تبدیل میکنه بچه گربه خب این نتیجه چیه نتیجه این که اینها باید همایم اون معصومی که مثلا میگه این ساعت نماز به خدا شارع مقدس اینطور طور غذا بخوره این جسم رو میشناخته ما برای چی مرتازگری رو قبول نداریم برای اینکه واقعا جسم آزرده میکنه در اسلام نداریم مثلا امیر المومی فهمه روز گذاشت رو گوشت نخورده بودی برو پول قرض کن گوشت بخور بدن نیاز داره از اون طرف میفرماد چیکم تو قبرستون هیونام نکن یعنی بعضی صبح تو شب گوش میخورن همش اونم هم آسیب باز میبینی محیط های مفرح اصلا معصوم میفرماد بهترین تفریح کاره یعنی تو باید کارت حال کنی من خودم واقعا اگه وقتی چیزی رو تعمیر میکنم واقعا لذت میبرم جوری که جعب ابزارم رو دوست دارم حس مثبت بهش دارم متوجه چی دارم میگم یعنی اون کا بعضی دیدی مثلا با آشپزی حال میکنن کیف میکنن مردو. ببین این کره ای ها اصلا آشپزی رو تبدیل کردن به یه چیز تو این فیلم فیلم ها و بیا ارزش این تو ذهن این آدم بعد بچگی نشست آشپزی میتونه جو 600 700 وقت بذاری بریزن تو ارز نیم ساعت فاتحه رو بخونن <polarization> چیه مثلا خب نه خیلی ارزشمنده فکر حالا مادری که از زنی همسری مادری که از آشپزی لذت میبره یا حالش به هم میخوره با فوش و این چیزا داره هرس و گریه و این چیزا داره مثلا از درست این ما این که میسازیم تو جلسات قبلی عرض میکنم گفتم مثلا تو این بحث حواستون باشه ها بچه‌تون اینجوری بار بیارید جلسات قبل عرض کردم که بچهتون از بچگی زاهد بار بیارید یعنی زهد براش ارزش بشه و لذت بخش بشه شما که مثلا موقع بچه مثلا یه شکلات میدی یه بستنی براش میخری یه قول و میتونه درست برات بخونه یه و یه کارو خوب میکنه یا نه وقتی کارو خوب میکنه توبیخ میشه بابای درست رانندگی کن به تو ربطی نداره بر برمیخوره خب راست گفت دیگه. در... درست میگیم پسرم دخترم حق تو انصافا راست گفتی از دستم در رفت من کار خطایی کردم تو سعی کن از در نره یو من کشم با هم زدم بالاتر این ماییم پس اینجا مسامحتا من دیدم خیلی ها مثلا این خیلی نکته مهمی ها که آقا این هویتی که ما داریم از قلب است یا از مغز است از من میپرسید قطعا مغز قلب درست است که سلول عصبی دارد میدونید دیگه خود قلبم یک مقدار کمی سلول عصبی داره اما به تنهایی کاری نیست و این در خیلی از روایات رو به نگاه بکنی کاملا مشخصه مراد از قلب نه مغز بین الان این مورد اختلاف یا اختلاف نظر ها من گفتم نظر خود بندر دارم یه. مثلا طرف اینو خوب دقت کنید طرف دچار مرگ مغزی شده یعنی مرده دیگه ها قلبش داره میزنه ببین یه نفر با ماشین زده یه نفر رو دوچار مرگ مغزی کرده اینو بردن بیمارستان سه روز بعد پرستار اومده دستگاه رو جمع کرده و دیگه قلبش هم کار می کسی دوچار مرگ مغزی میشه قلب کار میکنه چون اساسا قلب خب میتونه حالت اوتوپایلوت به قولی داره میتونه خودش کار کنه این خون رسانی رو داره اما دیگه مغز سر و واکنه مثل ماست میریزه بیرون حالا ببین یکی با ماشین زدی مرگ مغزی شد سه روز بعد پرستار دستگار ازش شده کرد قاتل این که همین الان محل اختلافه این یه یعنی این یک زندگی نباتی داره دیگه قلب داره میزنه هرچون بدن گرمه از طریق سروم هم داره چی؟ قضا میگیره من از من بپرسیم من میگم مغز اون مرده اون همون سه پیش مرده از اون قلب و برداره. یه دستگاهی مثلا مثل دستگاه دیالیز است بیرون قرار میدن فکر کنید قلبی هم باشه قلبی بیرونی باشه میتونن بدن هم گرم میگرد به سلوله داره قضا میرسه دیگه بدن گرم فلا در خیلی از موارد مراد از قلب مغز قلبم تو قرآن چند تا داریم تو روایت چند تا داریم صد رو میگی قلب رو میگی فعاد رو میگی اینا با هم فرق داره اینا یکی میگیرن اینجا اون چیزی که عادت میکنه مغز شماست چون اینجا در زائقه مغز این نوع عبادت و عبودیت تلخ و ناگوار میشه شرطی میشه بچه رو چک و لغت برای گفتم خاطر تعریف کردم. میشناختیم خدا بیا مرزش بند خدا شد چک و صبح بودم که میمور نماز صبح بچه پنج ساله رو خداش گفته بود این چارده پونزه ساله باید نماز بخونه خدا بیا مرزش با خدایی نمیفهمه من میفهمم <تصحق> نه این بچه باید عادت کنه <تصحق> بچه زد نماز شده بود کارش این بود که بزرگتر که شده بود میمان نماز جماعت میزد به هم مهرد آخوند و در میرفت این, این نوارا میدازن مور میچینم می اومد می, رو، می کشید این مورا را می اینور این ور اون ور الله اکبر الله اکبر همه دنبال مورا ملت موراشن از شر این ور میچینه جیبش سه تا محافظ داشت نماز یکی بر آجاقا میذاشتن مکبره انگاه میخواست کفتر بگیر اینجوری باید میسته در دفعه میومد. خب تو چی می... گفت؟ چی خواستیم چی شد تو میخواست آدم میکشنن این اون انقدر باید مشوق بگیره مثلا ما همین سهره مارمزون بچه هم میگه من رو بیدار کن من میخوام روزه بگیرم خب که نمیتون روزه بگیره روزها طولانیه گفت باش کل گنجشکی میذارم بگیر میام در گوشش میگم میخوای روزه بگیری بیار بلند میشه میاد همجا خوابالو یه اینقدر مثلا استکان بهش آب میده میخورو یه دستشوی هم برالا همین بهانه بد نیست دستشویش هم میرو یا تو سجاده یه دونه سجده میره بلند میره میخوابه میخوابه بعد بیدار میشه و یه خورده وای میسته بازی و مازی و این کارا میکنه سر زور از اون شاه بیاید برای من صفر افتار باید بیشنید. این حال داره میکنه بعد بر بقیه هم تعریف میکنم دیروز ما روزه بودم این بعدش نمیاد یعنی شما یه چیز از این میگیری به اسم خواب باید یه مشوق چی بیشتری بدی دیگه آب بده بستونه بعد کفه ترازوش بچربه همین اتفاق با نفس خودم میفته خیلیا دیدید آقا یه تند و آتیشی شروع کردن عبادت رو فلان رو به اعمال میگن عمرن نتونه کنه نیست که گه تند و گهی خسته رود رهروان است که آهسته و پیوسته رود به هیچ جا نمیرسی بار هرس کردم گفتم یه نفر که میخواد اخلاقی رو در خودش خلقیات رو تثبیت کنه مثل یه چیز عمل میکنه سنگ نورد مثل سخت نبرد یه چیو تثبیت کن ابزار بکوب محکم کن بعد برو اگه همینجوری تفمالی کردی یه چیزی اینجا گذاشتی رفتی اون بالایی که در رفت تا تا اومدی پایین تا تا اومدی پایین پر روزی سر یه کار دیگه داشتیم حالا یه جوان اومده بود اینجا و من تا 18 سالگی مسجد میرفتم علم میکردم بل میکردم الان خدا رو قبول نه بعد تو اتاق من به قران اشاره کرد گفت گو... قرانم قبول ندارم خب چرا اینجوری گفت به خاطر اینکه خودش تو جملاتش گفت به قران قسم البته قران رو قبول نگفتم بله یعنی چی گفت آقا قصهش اینجوری ما تو البته ده 18 سالگی من نماز شب مسجد فلان خب چی بوده بیشتر از ظرفیتش نبود این یه بچه ما بعد آروم آروم تا تی تا تی دستشو بگیری بهش یاد بدی آموزشش بدی واقعا همون اول وقتی یه نفر رانندگی یاد میگه بعد دنده نگاه کنه تو دنده رو نگاه نکن باش بزن نگاه کنه یاد میگیره اصلا ه... از حفظ این کارو میکنه من طرف نیست بشه بولم خواهد برده تو خواب کلید و برق روشن میکنه چشاش بسته است دنپایی رو جور میکنه این سخت گیری ها نه حتی بر دیگر نه خودمون داریم میگیم خودمون مهمه برای خودمون که درست مسیر رو بریم دیگه برای همین جلسات داره برقرار میشه دیگه قال رسول الله پیامبر میفرمان صلی الله علیه وسلم. و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد ببین چه قشن ان هاذ الدین متین بابا این دین دین حکیمانه دین استواری دین با متانتی دور از افراط و تفریطه فاوغلوا فا فیه رفقن پس حرکت دینی شما باید با نرمش باشه با مدارا باشه با اعتدال باشه و لا تکرهو عبادت الله الى عباد الله میگه یه کاری نکنید که شما عبادت الهی در نظر بندگان خدا کریه کنید سنگین و ناپسند نکنید با چی؟ با زیاده روی نتیجه چی میشه؟ فتاكون کراک المنبت الذي لا سفرا قطعها ولا ظحرا ابقا که نتیجهش میمانند راکب و سواری خواهید شد که از اثر فشار بر مرکب خود اون حیوان رو خسته و کوفته کرده که نهایتا نه راهی طی شد من لا سفری کاری ز... انجام دادی سفری انجام شد و نه پشت و گردی سالمی برای حیوان باقی ماند بدنش زخمی شد و رنجور شده و دیگه به دردم نمیخوره مسافیت هم تینش اینجوری نکته و بعد اون هم دیگه کسی نمیتونه از اون مرکب استفاده کنه یعنی یک جوری گندی میزنید که دیگه هیچ دیگه نمیتونه درستش میکنه بارا عرض کردم طرف ماد پیش یکی از علما داشت وضو گرفت توی سفری دیدین ارو پاتابه مست میکشه طرف پاتابه جوراب قدیم ها اینجوری بوده جوراب نبودیم بیفیزن دور پاش گوه های خله چگاه کنی؟ <applause> بهت تابه؟ گفت ببین این ساربان بود شطرها میگفت میبرد تا کربلا گفت من سفر قبلی آیت الله لزما فلانی با ما بود اون با من اینجوری گفت گفت چون مزخرف میگی تو؟ این میشم چیزی؟ این سفر کربلاش تموم شد سفر کربلا بود حج بود چی چی بود؟ بعدش برگشت گفت آقا پشت سر شما چه حرفای دروغی خدا لعنتشون کنه گفت ما سفری رفتیم طرف اینجوری وضو میگرفت و بعد برگشت من گفت حضرت آیت الله فلانی گفت راست گفته من گفت گفت راست گفته من. گو من سفر گو با گفت من سفری که ما رفتیم دیگه نماز نمیخونه اصلا گفت تو خجالت نمیشه نماز نمیخونی بچی نماز نمیخونی گفت ببین شما اینجا راحتی برای خود من حواسم باید به شطور باشه چی باشه در میرن سخت این پاتاوار نگاه کنم تا من باز کنم ببندم و فلان وقت نیست برای دیگه گویا مشکل تو اینه گویا این تو همین از رو پاتابه از رو نمس بکش لازم تو بعدیشون برگشت ببین بنده خدا من تا اینجا تونستم بیارمش تو میتونی یه کاری کن پاتابش هم باز کنه واقعا اینجوری حالا مثلا بچه من چرا فقط یه سجده برم بابا این لازم نیست اینجا وایسته خب باشه با من دعای یا علی یا عظیم هم سر صبح بخونیم تا همینا یعنی من همچین پخ میگیرم میرم توی سجاده یه سجده میره بولا میشه بار تو بر تو رخت خود بخواب نمیخوام زده بشه اون بخواد من نمیذارم یه کاری میکنه اون ولع داشته باشه باید این کارو کنه خداش بو گفته 14 15 سالگی اومای میشه نفر 4 5 سالگی بالا سرش بری بچه را. ان ابي عبد الله عليه السلام اون صادق میفرماد لا تو کرهو الا انفسكم الا بر خودتون عبادت رو کریه نکنید بعد عشق کنی عبادت میکنی لذت دو برای عبادت میکنی اصلا من برای کسایی که ابتدای راهن خب اینجوری عرض میکنم خوشبانه که ابتدای راه ما اصلا تو راه نیستیم من چیزی که شنیدم دارم میگم یا فکر نکن من من هیچی نیستم انشالله عامل باشیم به حرفایی که میزن حتی آدم برای عبادت باید بذاره. خودش تو نمیتونه باید مشوق بذاره بر خودش بده مشوقی بذاره آقا مثلا می دای ندبه بعدش برو یه کله پاچه توپ بزن حالش برای دوست داری این قضا در کنار این شرطیت میکنه آقا مثلا رفتی چه میدونم یه گلز و یه کف و ما برگشتن آقا مثلا چه یه کافی شاپی هم برو آب میوه بخورو و بستنی بخور این قند ما شما دیده اصلا ما به چای روزه ما محسن شرطی شد در چای روزه عکس رو خیار دیده این انگار حس خوبه تمام اون چیزا که آ قیمه ما فرق داره چه فرقی داره شرطی شدی یعنی هورمون هایی که در خونه داره ترشح میشه هورمون هایی که پسندیده است برای تو بدن دنبالش هورمون استرس نیست هورمون آرامش بعد از روزه حس شور و شعف داری هم میخند اصلا بعد هیئت که موزلات اینه که این خندهای بعد هیئت رو جمع بکنه همیشه هم شاکیه این مسئله نخندی نبا چی کارش دو بخندن بذار اشتباه میکنید که عدای بدعیت رو جمع میکنید بذار حال کنم به اون فضا مثال در شما بزنم با طرف دیگه اصلا نماز دار. نمیخون روزم نمیگیره گوش کن اتمسفر ما رمزون رو دوست داره آشقش شرطی شده نوستالژی که براش اصطلاح یا اون ربناه شجریان و اون اون نسالوکی که میخونه اسمال حسنایی که میخونه از قدیم بوده دیگه ها اینو باید لحاظ کرد خیلی خیلی مهمه بعد که این نفس پا گرفت بعد آروم رو بچه هم میگن بابا تا هفت سالگی شاهه دستور میده باید گوش کنید بیاید من اهل بیت چطور برخورد میکنم با اینا آیا رفق با فطرت مخموره ما سازگار است؟ میگه امام هر بخشی رو می آخرش میرسونه به ارتباطش با فطرت و بعد روایتشو رو میگه. فطرتی که با اون خمیرمونه، ذاتمون. ت... مبنای تمام اخلاقیات و خلقیات باید فطرت باشه دیگه وگرنه اون ماندگار نیست. اگر به جان ما وصل نباشه، به جان ما، خواسته ذاتی ما نباشه، چون اصیل نیست روز میپره میره. و ولی ما پرورش داده نمیشیم رفق عین جان ماست یا بار جان ماست ما خود ذاتا مدارا رو دوست داریم یا نه اگر اینه ما با رفق بر مردم با مدارا با مردم عین جان خودمون رو دوباره تکرار میکنیم فلذا این فربه میشه کیف میکنیم خوشمون میاد گم شدمونه امام میگه رفق و مدارا و مصاحبت و رفاقت از جلوات رحمت رحمانیه و شعون آن است بیمون صفت جمال داریم صفت جلال میگه این از شعون و شاخه های رحمت خود ما رحمت رو دوست داریم ما مهربونی رو دوست داریم ما بخشیدن رو دوست داریم ذاتمونه برای وقتی یکی میبخشی تعدیل احساس غرور میکنی شرامت نفس اصلا کیف میکنی یه به یه فقیری کمک میکنی یه بدن خدا یه جا گیر کرده کمکش میکنه ماشین رو شده چاله چوله در میاری و چه حس خوبی داری خب بابا جی رفت یه حمالی کردی و چه حس خوب داری که چی بهت میرسه مدال بهت دادن بدون تعارف اومد باید مصاحبه کرد عکس ازت گرفتن گذاشتن تو نیستاگرام رو نم کیک لایک جمع کنی اینا که نبوده که بیا گیر بودی بر بیابونی رفتی که کمکش کردی اون چیه؟ چون دوست داری چون این فطرت مخموره تو ذات تو خلقت تو از این برمیان کیف میکنی یعنی دوست داری میگه البته چون این قلبی در تمام شعون و مراحلی که مذکور شد قبلا گفتیم در فصل سا با و مدارا رفتار میکنن در معاشرت با نوع خود بلکه در سلوک با غیر نوع خود از حیوانات که در تحت اداره او هستند و او در آنها تصرف دارد و در خدام و در نوکر و کلفتاشون هم اینجوریه و در سلوک با ارهام و نزدیکانش و همسایگان خصوصا و بل جمله با تمام اصناف مردم معاشرت با و رحمت و توفت و رفاقت کند تمام قلوب آئله بشری قلب همه مردم به حسب فطرت مخمور به رحم است همه هم عاشق رحمی عاشق رحمتی ببینیم اصلا, خارج... کسی که اصلا قبول نداره دین و خدا و پیغمبر خارجی ها. یکی یکی بخشیده این همه اینو تمجید میکنه یکی به یه فقیر کمک کرده همه تمجید میکنه مؤسسات خیریه رو میگن آقا دمشون گر خارجی ها اصلا دینم ندارن چون ما اصلا به رحم طراحی شدیم عجب حرفای اینا دوستانم بیشتر توضیح بدم و مهمه و عالم نقشه رحمت رحمانیه اوست اصلا رحمت او خلق کرده میشه. و از این جهت اعل معرفت فرمایند ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم مثلا وجود به بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اول رحمان خلقت آم، رحمت آم بعد رحیم هم اون خواستش و رحمت رحمانیه و رحیمیه مفتاح باب وجود است چنانچه مفتاح کتاب تدوین است قرآن هم با همین بسم الله الرحمن الرحیم باشه من اصلا خدای رحمان و رحیم هم. این همه صفت بسم الله القاسم الجباری مثلا میتونیست اینو بذاره دیگه یا شما که حالا هزار یک صفت داری با کدوم صدات کنیم با کدوم شروع کنیم رحمان و رحیم با جفتش هم شبیه همه یه رحمت و یکی و اون یکی چیز دیگه میذاشتی مثلا رحمان و جبار رحمان و منتقم میگه نه رحمان من اصلا اساسم رحمتی هم رحمت عمومی که دشمنامم هم بهشون میرسونم روزی هستون اونام هستم هم رحمت و خصوصی مبنای خلقت رحمانیت حق پس قلبی که تو اون رحمت جلوه رحمت رحمانی خداست و تندی با مردم دوری از خود خودمونه دوری از همون رحمت هست روایت اینجا خیلی زیاد داریم چند دقیقه شد الان صحبت کردیم ما خب یه روبی وقته امام باقر علیه السلام میفرمان که خداوند رفیق است یا رفیق من لا رفیق له آه. چه خوبه مثلا با خدا رفیق شه با پیامبر رفیق شه با صالح با شهدا اصلا اولاکه رفیقا و رف و مدارا رو دوست داره امام باقی میفهمم. می یه چون خودش رفیقه رفق و مدارا رو دوست داره و بر رفق عجب چیزی نکته و بر رفق چیزهایی را عطا میکند که بر عنف عطا نمیکند ببین شما فرض کنید بخواید یه مسئله ای رو برای خدا برخورد کنید برای خداسا چه با تندی چه با رفق با مدارا میفرما سنت الهی بر اینه که تو دو تاش خدا کمکت میکنه چون برای خداست اصلا قابل بزنیم که باشم چه بزنیم بکش مثلا میفرما سنت الهی بر این قرار گرفته که خدا تو رفق بیشتر کمکت میکنه یه تو کدوم بیشتر گیرم میاد خود اینجا چند تا موشک بمیدی چی گیرم میاد میگه تو رفق بیشتر خودت انتخاب میکنی که چقدر از حمایت خدا بهره مند بشی آل عمران 158 ببین به پیامبرشون فبما رحمت من الله لنت لهم میگه خاطر این مهربون بودن تو بود اینجا دور جمع شدن نرم شدن ولو کن تفضن غلیظ القلب اگر تو همینجا غلیظ القلب بودی تون بودی لن فضو من حولک دور پراکنده می شدن می رفتن فعفان هم خدا داره به پیامبر رحمت می که ببخش. میشه خدا به پیامبرش بگه ببخشید خودش نبخشه خدا روایت هست آدم می ترسه بخونه مردم فردا گناه کن. یعنی من بعضی از چیزها هست میگم یا خیلی تعدل خارج نکنه مخاطبو سر روایت نمیدونم شفاعت اون دنیا مثلا اول حضرت زهرام شفاعت عین الفاطمی بعد من نام امام حسن امام همینجوری میفهمم میگه دیگه ببین ش... شیعیان میان بعد می... اصلا یک سای رو میگه که مثلا اطفال میان شفاعت میکنن بچه بچه تازه مرده نوزاد نوزاد میاد شفاعت میکنه اصلا همینجوری بعد دیگه تموم میشه دیگه همه شفاعت میکنن فکر کن چی میشه اینجا خدا میگه خب حالا صبر که که تموم کسی دیگه نبود میگن کسی میگه وایستی شفاعت میخوام یادتون بدم چه همه غلاف کنید یه خود خدا در مقام شفیع میاد وسط جوری شفاعت میکنه که آقا به قولی امروزیش دارم همه کپ میکن یعنی فکر کن کسی که مثلا یعنی این کی بوده که مثلا فکر کنه همه امام حسین شفاعت کرده اونا که همه رو میبخشن ببین خدا چیکار کار میخواد بکنه وقتی میفهم فعفان هم میشه خودش نبخشه و لهم له براشون استغفار بخوا از من یا واسطه شو میخوام ببخشمش به گل روی تو میخوام اینا رو من ببخشم و شاور هم فل هم رفق داشت باشی با این های مشوره ببینم اصلا پیامر من لازمه کسی مشورت بگیره عقل کله هستیه چه مشورت بگیره یه آدم حسابش کن بابا رف یعنی ملت آدم حساب کن نه گاو و گوساله و عوام کل انعام مردم مانند چهار پایان بعضی از این مملکت مردم گوسفند حساب میکنن به خدا ببین کجا بره کجا بیاد چوپون تعیین میکن همه چی شده حتی بخواد یه چیزی تخدیری یه چیزی مخدر مخد... مخدر, یعنی که حالت تخدیری بیاره همچه خوشت بشه همشه بشنگی و نهشه کنی اینا ها آره یه کی برات فلوت بزنه چوپون کجا آب بخوری؟ کجا نون بخوری؟ چجوری ازدواج کنی؟ یه نری میاره مینزن تو گله؟ وقتی مردم مثل گوسفند بدونی از مردم سگوستران میرن چهار سال یه بار بریم سراغشون ازشون رای جمع کن یا نه برای نه احترام قائل آدم حسابش میکنی کسی که آدم حسابش بکنی باش مشورت میکنه مردم باید مشارکت کنن فرمایش امیرالمومنین اساس این انقلاب بوده میزان رأی ملت است اون کسی که یه روز داشت خوشحال بود که آخشون مشارکت پایینه من رأی میارم علمی شما خدا به دادش برسید ولی حکومتی این درست شده مثلا یه قدرتی هم این آدم مثلا به واسطه انتخاب شدن رفت به دست بود پستی رو گرفت خب الهی نی چون مردم گوسفند حساب کرد رای گوسفند که به درد نمیخورد رای آدم به درد میخورد مشورتشون میده مشارکتشون میده دو باشون نداره پیامبر میفهمه خب من به نظرتون چیکار کنیم الان اینا میخوان حمله کنن آقا این کار کنیم اون کار کنیم به سلمان خندق بکنیم ما تو ایران مرسوم خندق میکنیم احسن این کار خوبی مثلا واقعا پیامبر نمیدونست سلمان گفت عجب خدای من نجات دادی این بوده در کار یاد میده آدم سوق بعد براشون همه چی شفاف میکنیم پیامبر میشه بالا منبر همه چی بر مردم گفت. امیر همینتون همینطور امیر الان جز مسائل امنیتی هیچی نباید از مردم پنهان کنی آی مردم این بیتول ماله. حضرت وقتی بیت ماله تقسیم میکرد در رو باز میذاشت توش نماز میخوند یعنی انقدر تلامون تو نمونده بود هیچی نمونده بود جارو میکرد میریخ بیرون دوره نماز میخوند توش همه میمادن میدیدن میگه آقا با نامرم توی اتاق نرو در نبند برای چی برای که اصلا اونش کار نمیشه شیطان نفر سومه نه موجب وهن باقی میشه میگن بردم چیکارش کرد اونجا الا که مطمئنی اطمینان داری یه حالت خاص نداره اما اون کار ندارم ها اون کسی برای آبروی خودت داره میگه میگه همه چی برای شفاف میگه این که ما نگرانی مردم از ما سال جواب بپرسن چون چیزی شما این یعنی ما مشیمون الهی نیست سیرمون علوی نیست به چه قیمتی میخوای مسئول بمونی درد دیگه فعضا ازمتا وقتی میگه تصمیم گفت فتوکل الله ان الله یحب چه کسایی که تو تاریخ آقا جون تندی کردن چیزی ازشون نمونده جدی میگم ها یزید چنگیزخان مغول هیتلر حجاج ابن یوسف اینا با زور حکومت کرد حکومت بر دلها نیست اما یه میلیارد و 800 میلیون نفر آدم میشینن پا میشن درود میفرستن بر محمد ابن عبدالله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل چه چقدر حالا جالب مثلا دشمن وقتی میخواد پیامبر بزنه میگه که اسلام دین شمشیر است برای چون بارا عرض کردیم پیامبر تو 23 سال کل کشته های جنگش تو بدترین شمارش مثلا میگه تو این جنگ 10 تا مردن بعضی گفتن 50 تا بعضی گفتن 100 تا اون زیاده رو جمع بزنی ماکسیموم ها رو جمع بزنی 23 سال 1300 رو رد نمی کنه. خود پیامبر جز یک نفر رو کسی رو نکشت اون یه نفر هم دیگه رو سینه پیامبر نشست میخواست کار رو تمام کنه شد شده در دفاع اسفرش. یک نفر اینطور میگن همش بخشش همش رحمت چه آیه قرآن میه. قرآن اصلا یه چیز میکنه برای ما آسیب شناسی انگار مثلا میخواد آسیب نیستین درسته فرمود که ببین میدونی چرا اینو دورتن بعد کیا دورتن اینا تفرشون آدم کشتن بوده بیکار میشدن میرفتن بریم به جنگیم چند وقتی نه جنگیم. فقط یعنی که بتونن یه نفسی بگیرن چهار ماه حرام گذاشته بودن جالبه این حکم قبل اسلامه اسلامت چه تاییدش میکنه میگه خوبه به هر بحانه جنگ نباشه خوبه فرهنگو میخواد از بین ببره بعضی از این چیزا تقریبا نمیکرد بگه فرهنگشون بود چیکار میکرد با کارهایی که انجام میداد و فرهنگو میشکون مثلا چی چجوری با برده داری شما موجو اقتصاد ایناس برده داری پول در با این کار خب روزه نگرفتی فلان کار کردی این کار کردی چیکار کنیم یا رسول الله عوضش برد آزاد کن میبینی یعنی کار خوبه دیگه پس یعنی برداری بده الان خصوص بده نز جوریشه گرفتن احکام برده داری الان دوره بر بنی امیه است بنی امیه خیلی فقاحت برده داری رو پیش برد لازم داشت جنگ میکردن فتوحات داشتن اینا رو میآوردن میفروختن به بحانه های مختلف میبخشیدن طرف زده بچه امام معصوم کشته واسه بری چی میخی به تو چکش بوده چی بود افتاده سر بچه امام کشته شد آه آروم بیا پایین نترسی نیفتی به خاطر برای آه اصلا بخشیده فکر کنی این بچه شما دست بزنه چیکارش میکنه فرهنگ و باید تغییر میداد تشریع هم همینه یعنی خود خدا هم همون اول نیومد مشروب حرام به آیات قرآن ببینید چی چند مرحله آرام آرام خدا هم با رفقین آورد. و جالبه تو آیات تو اینا میبینید کسایی که با مردم مدارا نمیکنن رفق ندارن رفیق نیستن یا یعنی اینو بگیم رفیق نیستن بهتره چون میتازم کلیپاش بیاد بیرون خوب متوجه نشه منظور از این رفیق و رفق چیه برام مضمون تکرار کنم خدا هم باهاشون تونده و همش دوست داره آقا قصاص حقته اگه نباشه که سنگ به سنگ بند نمیشه آخر آیه اما دوست دارم کسایی رو که می‌بخشه. همش همینجوری ببینید و نشون بده دیگه حضرت صادق علیه السلام این منکان رفیقن رفیقن فی امره نال ما یوری من الناس یه کسی که رفق و مدارا کند در کارش نایل شود به آن چی که میخواهد از مردم یه از مردم کار چیزی میخواه با مردم مدارا کنید سخت نگیرید مردم از ما خرابکاری میکن بکن سرکوب نزن سرکوف نزنید اذیتشون نکنید توهین بهشون نکنید ببین مردم با یه رأی بالایی میفتن، رأی ما 100 درصد نه بنی صد اونم با یه رأی بالایی به بنی رأی داد اما بعدم قسم خورد گفت من به صد رأی ندادم از اول من با مشکل داشتم چند بار دید امام مردم رو سرکوف زده باشه که شما خاک به سر نفهمتون کنم شما نفهمیدید چرا مثلا رفتید به بنی اصلا اصلا وقتی مردم خودشون براشون فهمیدن دفعه بعد به رجایی رای میدن بیشتر به این ده میلیون رای دادن به رجایی سیزده میلیون رای میدن از چارده میلیون هفت هزار تا رای سیزده میلیونش میدن به رجایی به مردم تربیت کی حالا آره فکر کن شروع که فشت دادن به مردم ما بر چه انقلاب کردیم با شما تا زور تا شاب دلازیم هم نمیشه رفت <applause> چه درد میخوردید دیدید حالیتون نیست دیدید نمیفهمید دیدید نفهمید اه. از رسول خدا نقله میفرمان که ان نفر رفق زیاده از زیاده ولی برکه میگه زیادت و برکت رو خدا در رفق سنت الهی قرار داده میخواید بیشتر گیرتون مردم و من یحرم رفق یحرم الخیر میگه کسی که محروم شد از رفق از خیر محروم شد بسته میشه ما خیلی وقت میگیم آقا چرا کارمون گیره چرا پولمون درست در نمیاد چرا همه کارمون گیر و گور داره اهل مداره با مردم نیست کار رو انداز نیست بر مردم فقط کافیه یه جا مردم کارشون به تو گیر بفته آ تو اونی نیستی شیش ما پیش آه. حالا دارم برات آقا همسایه است حالا جشن تولد گرفتن عروسی گرفتن تا دو, سه هم دارم میزنم میرخص چل کله خب یه شب یالا حالا تعمل میکن پنبه میکن تو گوش بگی بخوا نه من باید حال اینو بگیرم وقتی رفق داشته باشه مردم مدارا کنه مردم با تو مدارا میکنن فردا بچه تو می دوه سرزده درست میکنه بعد میشه ما هم می اینجا درست کرده بودیم ما ما این به اون در اما وقت افتاد تو جنگ دیگه بیچاره سر جای پارکینگ باید دعوا کنی سر سر صدا کردن دعوا کنی سر مشاعات باید دعوا کنی سر غیر مشاعات باید دعوا کنی از بیچاره تو چرا شیر آباس کرده بودی مثلا این بیچاره دیگه دیدید یعنی دید توی کلام ما بود خصوصا همسایگان پیامبر امیرم هم انقدر پیامبر به ما در مورد همسایه ها سفارش و وسیعت کرد گفتیم نکنه ارس میبره از آدم نکنه ارس میبره آه حالا مثلا ماشینتون تو میخوای پارک کنی تو پارکینگ تا جایی که میتونم یه جوری پارک کنم که اون راحت درش باز بستش خود؟ تا جایی که میتونم اب بابا گوره باباشون بذار هر چی خواست خدا با یه همچین کسی مدارا میکنه روزیشو زیاد میکنه خدا باش نرم برخورد میکنه این دست خودم خب بعضی رو دیدید میخوان خیر برسونن خیر رسوندنشون و مرد شورا با نیش و کنایه است خیر برسونن میخواد برای یه نفر کار درست کنه تو احمق هنوز <applause> گیر همچین کاری هستی مثلا هم. تو چرا اینجوری میکنی باید با شوخی باشه با رفاقت باشه اگه با رفقاتون اینجوری باشه هم جوابش یعنی رفیق ناراحت نمیشه رفیق نا با این فضا فضاتون اینه خب اون بحث دیگه است خب اما نه اینکه تیکه رو بندازی بعد مثلا نورو کمکش هم کن وای آیه قرآن داریم میفرماد که ولا تبتلو صدقاتکم بالمنه ولضا تو صدقه دادی اون انقد منت می میذاری انقد اذیتش میکنی زهر مارش میکنی قاتل گرفتید قاتل دستگیر کردید خوی انتقام نمو داشته باشید که اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا رفق به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به کن مدارا باشه قاتل باید قصاص بشه در این شک نداریم اما همین هم باید با رفق و مدارا انجام بشه ما این کشورهای غربی نیستیم ما من رو... این روش ها اصلا قبول نداریم این باید اینجوری مثلا خوردش کردیم نه این اینا نیست یه قتل انجام داده خود خدا گفته این این خون از اون خون اضافه تر از اون حالا که تموم شده دارم میگم من سر این ماجرای اون قاتلی که فردی که در استان فارس یکی که از مامورای نیروی انتظامی رو شهادت رسون که اصلا شما دیدید موجی که راه افتاد برای اصلاح قانون به کارگیری سلاح کار بنده بود یعنی بسیار جدی وایس که مسئله بی خوب نیا بعد حل بشون. یعنی چی پلیس اون نمیتونه از اصلش استفاده کنه اما خدا شده 20 بار اومدم خدا رو گواه دارم میام این شبای عزیز. اومدم توییت بزنم گفتم ولش کن الان فضاش نیست مردم متوجه نمیشن بعد که دم اونو دست و پاشو بسته بودن که بچه اون شهید آوردادن بیا یا رو بگیر من اینا نمیفهمم این نیست این سیره امیرال نیست. بر ازت شیر آورده بودم میفرمود که اونم شیر دادید یا نه نه ادا نیست ای جای دیگه حرفی نه انجام دادن یک هزارو مینه این مردم تو زندگیشون انجام بدن به خودشون رو بفهمیم سر این ماجره که تو حرم امروز اتفاق افتاد وقتی گرفت این فرد تکفیر که این کار عجیب و انجام داد واقعا چقدر آدم ها و بخوره به حال اینا چرا این نفر میتونه احمق باشه چطور به امید که حالا آخرت خوبی هم داره اخسرین اعمال به قول آل قرآن و بدبخترین اون که زن فکر میکنن کارشون درسته همین دنیا رد دست میدونم آخرت رو بعد تو تا این خادم گفت نزنیدشون نزنیدشون آمدن بعضی ناراحت بزنش نه اون کار شیعه. قتل انجام دادی باید بازجوی بشی به قانونی به رسیدگی بشه اونجا حرم امام رعوفه نه حرم امام رعوف اگه چه میدونم لاس وگاس هم بود یه شیعه کنشگری و مشکش همینه متهم گرفتی لحظه ای که تو دیگه دستمند به اون آدم زدی اسیره این نیروهای انتظامی ما نظامی ما امنیتی رو بدونن و حق و ناس ها یعنی گرفتیش بر به قانون تحویلش بده به تو هیچ ربطی نداره هر کاری هست خواستم آزادش کنم به تو یه مشت اون وسط زدی و یه چیزه اونو باید دونه اون دونه جواب بده. این دین ماست این مذهب ماست این نیست که آقا جمع کنیم دین رحمانی نه این سار جاش این عقلانی باید باشه الا اینکه اولیا دم بیان ببخش قانون چی میگه؟ یا آقا اولیای دم دو سال همینجوری جرم عمومی باید بری زندان باشه دو سالش تماشا بیا بره بیرون نه نباید این کارو کنن باید حتما که به تو چه تو نبخش هر موقع کس هر کسی کار تو کشتن تو نبخش حقش بر تو محفوظه به همه اینجا مثلا یه نفر یه دیوان آب معدنی میدیم یه آب معدنی مثلا میدیم تو نخور تو حق نداری به بگی کسی دیگه اینو نخور باید واقعا من واقعا به حدی دلم سوخت وقتی این چیزا رو دیدم و میگم خدایا این بیچاره چی با خودش فکر میکنه اون بدبخت با خودش چی فکر میکن؟ شما فکر میکنید دستور رهبری در مورد برخورد با داعشه چی بود گویا اسیر میکنید بیاره توجیهشون کنید باهاشون صحبت کنید بعضی از اینها رو ول کردن بعد و اینا خودشون تبدیل شدن به مبلغین ضد داشت. گفتن آقا یک عمر در مورد شیعه ما دروغ گفته اشتباه میکردیم حالا بکش بعد مثلا هم بیان منو مثلا بگم این آدم ببخشیمش نه حرفم این نیست قانون هر هست انجام بشه بشه اما میخوام بگم که ببین اینا رو با هم قاطی نکنیم اینا از هم باید جدا که باید تفکیک بشه اصلا, اصلا ویژگی یه مسلمان یه مؤمن یاد اینکه متخلق به که وسط دعوان اختیار میکنه میگم وسط دعوان اختیار نکن دقیقا وسط دعوان اختیار میکنه چرت و پرت چیه آخا دیگه اون دعواس دیگه هر چی داریم پرت کن نه <تصفح> مسلمان اینجوری نیستش این فوش داده مثلا به دایه‌تون بعد دو تا به دایه‌ام فوش بدین نه اون دایه بدبخت اون چه گناهی کرده و چه اینجوری اختلاف خوردن اومد به مامانم فوش شد منم به مامانش فوش داد زن شوهر میخواد تو چه به اون فوش دادی میگه خب اون فوش داد آقابتی هست عذابی هست اقابی هست باید جواب بدیم ما خیلی عادی شده برای اون چیزها عادی ها دیدم زندگی میکنی پس اینم بگم اون طولانی شده میشم اما دلم نمید تا اینجا رد دقیقه بیجو برش آیتولا بهادینی میفرمود که میگه که هیچ کس مندازه پیامبر عجر نمیبره پیامبر خیلی معجوره خیلی عجر میبر. خیلی ثواب ایشون پرسیدن که به خاطر چی مثلا بیشتر اجریشون از کدوم کارشه ما رو مسلمون کردیم ما مثلا نماز میخونیم برای هم یه کپی پیس نوشته میشه دیگه شما یه نفر ادایت کنی هر چی کار خوب کنید بر تو میمیسیم شما خوبه؟ برای همین اگه شما یه نفر رو حیات بهش دادی انگار احیا ناس جمعا کل انسان ها رو حیات دادی عبارت عجیب آیت الله بحاردی میگه به خاطر تحمل یکی از صحابه اسم میبره حالا من جسم میبره که قابل حدثه کیه او گفت بس که اون آدم ایرادگیر و تند خوب بود و پیامبر تحمل میکنه اما دارا میگه این اجر اجر عظیم میدنم یکی از همین عرفا نبود اولین بار که اتفاقی براش افتاد مادر زنش رو تحمل کرد مادر زنش تو جمع شستش انداختش رو و خونه زد بیرون خودش داره خودشو میبینه گفتن اولین بار چی شد گفت که مادر مادر زنه همیشه توهین میکرد یه بار مهمونی جمع شسته بود بنده خدا نختر رو این سر زده بود بیرون گوینه بهش دادن هدیه بهش و کسایی که تشرف به خدمت حضرت امام زمان جلالله داشتن یه بچه مشترک دارن مدارا با مردم خدمت به مردم کمک به مردم حق مردم شناسه حق و ناس طرف زجه میزد صبح شب آقا میخوام شما رو ببینم آقا میشه ما شما رو نبینیم این دار بخون اون دار بخون این ور برو اون ور برو اگه اینا نبرو کلت را بری اینا شفتاد بار این کارو کنی اون کارو کنی این کارو اینقدر انجام داد؟ گفت چی میخوام ما میخوام شما رو ببینیم اون فلان گفت پاشو بیا حالا خواب بود چی بود نمیدونم باشه رفت واکسی وایستاد بعد نه دمپایی داشتن قدیم واکسی زیاد بود تو حالا جمع شد اخیرا دستگاهاش اومده و اینا بعد یه دمپایی میدادن طرف دمپایش باش میکرد میرفت اونور میشست این واکس میزن. با دمپایی رفته بود دو تا خرید انجام بده اینا من میگم آقا پاشو گذاشت این جامعه واکسی گفتش که آب میشه بی واکس بزنی گفتش که نه آقا نمیشه من قول دادم اول کاریشون انجام بدم بعد هم. این این وسط داشت این وسط داشت میمرد دیگه بابا با. نفهم میدونی کی این پاشو گذاشت رو جعبه واکس تو ببوسون کفشو میدونی که آقا از امام زمان اصرار از اونم انجام میدم گفت نه من قول دادم اول بعد نوبتشون کارشون انجام بدم بعد الان میاد دمپای باش کرد بعد یه خوردی که گذشت یه واکسی برگشت بالا گفت آقا پاتو ور میداری یا اینجا داد بزنم بگم کی هستی هی مردم این فهمیدی میشناسش و میام اون زمان خندید اشاره کرد بگیم گفتش که تو هم مثل این باش با مردم ما خودم میام به سر بزن لازم نیست به رو کلت رو بری نمیدونم تو این باش ما خودم میمید سر میزن ببخشیم اهل مدارا باشیم ولی یکی سه حرفی زد ملکنید. گیر ندید گیر روش سه پیچ نباشی این هایی که روغن کار نشدن گرچ گرچ میکنن کار میکنن میچرخن این خیلی بده تو زندگی ها اله مثلا یه چی گفت ولش کن کشش ندید هم خودتون رو نابود میکنید این کسی که اهل رفت نیستن که یکی از اینا مهمه بگم چون اینجا ننوشتم میترسم فردا خدمت شما عرض بکنم کیسا که علی رفوسن آسیب جدی جسمی روحی خودشون میبینن آسیب روانی خودشون میبینن همش تو هرس و جوشن همش دارن مردم از همین زاویه دید بررسی میکنن این منظورش این دیدی به من اینجوری هفتن زد این به من توندیک کرد اصلا تبدیل میشه به موجود روانی بیمار که خودش آسیب میبینه هزار جور مریضی هم میگیره بابا فیل کنه یه سو جوش نداره تا این نمیدونی که خیلی هم سخت جون میدن یه روز انشالله فرصت بشه راجع به معاد و قیامت صحبت بکنیم چون الان خیلی هم باب من دیدم هم برنامه تلویزیونیش دارش پخش میشه و من افراد و تفریط های دوینا ها دارم میبینم روز تصمیم هم هستش که الان یه روز شده چهار سال پنج جلسه ده جلسه روز حرف بزنیم اینو بدونید هر چیزی که این شما رو هرس میده اون ور بیچاره ایدا زب در هزارش کنید زب در یه میلیونش کنید چی گفتم شبهای گذشته این که اساسا مومن راحته سه هیچ چی نمیتونه اذیتش کنه چون همه از سمت خدا میمونه بسیدم تو دفافه بگیم مالا چیه ستاره مربت چلو زده <applause> نم چند چنده هرچی راحت سخت نمیگیره اون بهشت براش سخت بی برو بهشت این مته به خشخاش میزه سب کن استوب ستوب <applause> دهنه مردم سرویس کردی دهنه باید سرویس چیست سر پول سرات <applause> چون همون مردم میان خیره تو میگیرن خدا که میبخش خدا که میبخش یعنی بخوام حرفامو جمع بکنم یا مردم مدارا مردم مدارا مردم مدارا آقا ماشین داره رد میشه را بدید بید یه دقیقه دیگه تر برسی بشم بفهمون داری حال بهش میدی دست اینجوری لبخندی هم بزن حال میکنه یا کیف میکنم مردم بعد اون تربیت میشه اینجوری خوش خجالت میکشه میگه ای چه کاری من با بقیه مردم بذار منم این کار بکنم چقدر خوبه مدارا مدارا میاره اون جا اونجا آروم میشه کسی می کسی کار نداره دعوا نمیشه شهر نمیشه جنگ نمیشه اللهم کن لولی که الحجت <تصحنت> ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده سا و فی کل سا ولی ان بحافظا و قایدن و ناصرا و دلیلن و عینا حتی تسکنه و رزا که تعوه و تمتعه و فی ها تلیلن تحجیل در فرج قطبه آلم امکان حضرت <تصحنت> صحابه زمان انشاءالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده سلواتی ند بفهم لا. لا.